إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ صدق الله العظيم. دوستان محترم، برادران عزیز، الله جل تزمتو به خاطر رشد و هدایت بشریت، به خاطر نیکبختی عالم انسانیت، قرآن بر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نازل فرمود و قسمی که در درس قرآن امروز ما یادآوری هم کردیم، بعد از نزول قرآن کریم، پیامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این قرآن بر ما و شما مکملا تشریح کرد و بعدا هم از دنیا رحلت کرد و رفت. و الله کریم جل تزمتو هم فرمود که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز ما این دین برای شما کامل ساختیم، نعمتها را برای شما تمام کردیم و دین اسلام بهترین و پسندیده ترین دین برای شما پنداشتیم. پس در زمان رسول صلی الله علیه و سلم قرآن و صحابه کرام از احادیث نبوی استنباط میکردند. در زمان صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین این سلسله به اینمی ترتیب جاری بود، هر کس از حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم استنباط میکرد و حدیثی که به او رسیده بود بالای او عمل میکرد. آیست آیست این سلسله بعد از زمان صحابه وقتی که به تابعین و تبع تابعین میرسه و بعد از اون سلسله مطور دوامدار شد، هر کس در هر وقت در هر زمان
که دستش رسیده در دین یک نووری و یک مسئله را از طرف خود بنا نهاده و گفته و او را منسوب میکنند گاهی به یک امام، گاهی هم به طرف رسول صلی الله علیه و سلم. و مسلمانان امام اهل سنه سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله را اینا زیاد بدنام ساختند. چون کتاب از امام ابو حنیفه رحمه الله در دست نیست و جز از کتاب فقه اکبر که او را منسوب می سازند به امام صاحب. دیگه اکثریت کتابای اونا در فتنه بغداد، در فتنه کوفه از بین رفت و سوختانده شد. بعد از او امام ابو یوسف، امام محمد، شاگردای اینا و یک تعداد دیگرایی که آمدن به نام مذهب احناف سخنها و مسائل را در کتاب در مذهب اضافه کردن و او را منسوب ساختن به امام ابو حنیفه رحمه الله تبارک و تعالی. اما میایم بر این مسئله که این افرادی که اینا سخن از هدایه میزنن، اینا سخن از فتاوای هندی که فتاوای عالمگیریست، پادشاه عالمگیر او را بعد از جمع‌آوری یک تعداد ملاهای درباری این جور کرد، یا هم از در مختار که به نام شامی هم مسماست یک کتاب است، یا بدای و سنای فی ترتیب شرای، یا هم میگن کنز و دقایق، یا هم مراقی و فنا، و یا کتاب های مختلف دیگری. آیا این کتاب هایی که نوشته شده کلش موافق به قرآن و سنت است یا نه؟ آیا هر سخنی این کتاب قابل قبول است و یا نه؟ و اوید افرادی که میگن که هر سخنی از این قابل قبول است، اینا این موضوعاتی را که ما خدمتشان عرض میکنیم بلای اونا نظر انداخته و بعدا باز فیصله خود برای ما بشنوانه. اگر ما غلط گفتیم تصحیح کلام ما را بکنه، و اگر اونا غلط باشه و ما درست گفتیم، پس از این عقاید مزخرف توبه بکنن. به هر صورت کتب متعدده در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تصنیف و تدوین شده و مسائل هم که بیان میکنن او را دوباره به امام ابو حنیفه رحمه الله یک ربط و ارتباط میده. هدایه، هدایه آخر در صفحه 3 راجع به خود هدایه نوشته میکنم، میگن که این الهدایت کل قرآن قد نسخت ما سنفو قبلها، قد نسخت ما صنفوا قبلها في الشرع من الكتب. يقينا هدايا بمثل قرآن، هدايا بمثل قرآن وبتحقيق هدايا منسوخ ساخت تمام الكتاب هايرك قبل زيد الشريعات او تصنیف شده بود و تدوین شده و نوشته شده، کلش منسوخ ساخت. یعنی که کتاب بسیار معتبر، قابل قبول و یک کتاب است که باید بالای او حساب شود. آن چیزی که در شرع قبل از این بود کلش ختم کرد. این فضیلت هدایه را خدمتتان عرض کرد و مسائل بعدن برتان یکی یکی میگم. در مورد فتاوای عالمگیری در جلد 1 در صفحه 3
و میگه که این کتابی که تالیف شده و این یؤلفو کتابا هامشا لظاهر الروایات التي اتفق علیها و افتا به الفحول و یجمع فیه من النوادر و ما طلقتها علماء بالقبول لکی لا یفوت به الاحتیاط فی العمل والاجتناب عن الخطاء والزلل. میگن این کتابی که تعلیف و تصنیف شده این ظاهر روایات جمع کردن با اون روایاتی که بالای این فتوا داده میشه، بالای اون این روایاتی که بالای اون اتفاق و عمل است، و در این کتاب این چنین روایات است که او اصلا غلط نیست. اینا در جلد یک صفحه سی نوشته میکنه رد مختار علی در مختار. تورشانی هم میگن این هم در جلد یک در صفحه سه می نویسم که ما بسیار کوشش کردیم درباره بیان او سخنهایی که او بسیار قوی است و ما علیه الفتوا و اوی که او مفتاویهی است و قولی که او قابل قبول است در مقابل او قولی که اصلا قابل قبول نیست و اوی که بالای او فتوا داده شده و از کتاب معتمد و قابل قبول من این مسائل نوشته. و باز ببینید که چی نوشته میکنم. میگم من روایت میکنم عن شیخنا عبد النبی، خوب گوش کنید، فإنی اروی عن شیخنا عبد النبی. میگم من روایت میکنم از شیخ خود بنده نبی عبد النبي الخليلي عن المصنف عن ابن نجيم المصري العراقي بسنده الى صاحب المذهب ابي حنيفة الى النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار عن جبريل عن الله الواحد القهار. اینو اشتمه کنم میگه من که چیزی را گفتیم از استاد خود عبدالنبی خلیلی و از ابن نجیم مصری عراقی با سندش از امام ابو حنیفه و ابو حنیفه ای سند با نبی صلی الله علیه و نبی صلی الله علیه و سلم از جبریل و جبریل از الله واحد و قهار این روایت میکنم. این تمام مسائل، تمام موضوعات، تمام چیزهایی را که ما در رد مختار علی در المختار ذکر میکنیم، این کلش سخنای مفتابیهی و قابل قبول است. کسی نمیتونه که این سندها را رد بکنه. این سندها نه موضوعی است نه غلط است، این کلش مستند است. خب اسی کتاب اولا ذکر کردیم، لیکن میایم بر سر هدایت. میگن که الهدایت کل قرآن قد نسخت ما سنفو قبلها. هدایت به مثل قرآن است، قسمی که در هدایه آخرای در جلد سیده در صفحه سی ایره نوشته میکنه. مثلا اول در موضوع قصاص، الله جل تزمتو در کلام مبارک خود در قرآن عظیم الشان در سوره بقره آیه 178 و 179 مهربانی میکنه، یا ایها الذین آمنوا كتب علیکم القصاص فی القتل، ای مؤمنان فرض گردانید بالای شما قصاص را در مسئله قتل. یک حکمت قصاص چیست؟ او را هم الله بیان میکنه، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، برای شما در قصاص زمانی که قتل میشه در مقابل شخصی که به قتل رسیده باید قاتل کشته شده از او قصاص گرفته شده، برای شما زندگی است در قانون قصاص، در جاری ساختن حکم قصاص زندگی است. ای مردمی که دارای عقل هستین، اگر شما شاید که شما تقوا را بگیرید، در سوره مائده آیه چون